در مورد سوالی که خواهرمون اولین تماس بود فکر کنم پرسیدن در مورد اینکه باید کشت در هیچ جا در دین مبین اسلام نگفته که شما مخالفینتون رو بکشید تاریخ اسلام خواهر گرامی اینو ثابت کرده که مسلمان ها وارد هر کشوری شدند هیچ اجباری در پذیرفتن دین مبین اسلام نبوده وجود زردشتیان آتش پرست در ایران وجود مسیحیان و یهودیان در فلسطین و در مصر و در سوریه و در تقریبا میشه گفت در اکثر کشورهای اسلامی ادیان و مذاهب مختلف وجود داره مثلا هند بیش از 600 سال مسلمان ها حکومت کردند اما هندوها رو مجبور نکردند که دین مبین اسلام را قبول بکنن هرگز ببینید اسپانیا که اسم اسلامیش اندلس بود وقتی که مسیحی ها گرفتن فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا امر کرد که هر کس که سر یک مسلمانی رو بیاره بهش جایزه میدن همین اروپایی که داد از دموکراسی و حقوق بشر میزنن میدونید که مسیحیانی که وارد اندلس شده بودن یا مسیحیانی که در اونجا در سایه حکومت اسلامیش 600-700 سال زندگی کردند همینا بیش از 60 هزار مسلمان رو سرشو بریدن و هر سر مسلمانی رو که میوردن در مقابل هدیه میگرفتن جایزه میگرفتن دادگاه که در اونجا ساختن و به اسم محاکم تفتیش معروف است در تاریخ این دادگاه ها میگشتن هر خانه ای که شک میکردند که در اونجا مسلمانی وجود داره این مسلمان رو می آوردن یا میگفتند که برگرد مسیحی شو یا اینکه اعدامش میکردن کل سرزمین اسپانیا رو اینو پاکسازی کردند یک مسلمانی رو هم در اونجا زنده نگذاشتن من بعضی از اسپانیایی که تازه مسلمان شده بودم یک مسلمان شده بودن یعنی اکایت میکردن که یکیش گریه میکرد من در یکی از مواسم حج باش آشنا شدم میگفت هنوزم یعنی وقتی که ما در شجره خانوادهمون میبینیم در بین خانوادهمون اسمای مثل محمد، ابوبکر، عثمان، علی، تله، جعفر اسمای مثل فاطمه، زینب، آیشه اینا هست چون که اینا خانواده های مسلمانی بودن که به زور اینها رو مسیحی کردن اما اسلام در هیچ جای دنیا مردم رو اجبار نکرد چرا تعلیم قرآن این است که لا اکراه فی هیچ اجباری در دین نیست اما اینکه میگن اسلام کشته اسلام بسته اسلام فلان کرده من رفته گذاشتم نشون دادم در همین برنامه که جنگ جهانی دوم رو کی راه انداخت جنگ جهانی اول رو کی برای انداخت؟ جنگ های صلیبی رو بر علیه کشورهای اسلامی کی برای انداخت؟ همین مسیحی ها بودن بیش از 180 میلیون انسان رو در طول دو جنگ جهانی و جنگ های مختلفی که در بین این دو جنگ و قبل از این بود اینها کشتن و اکثریت این کشته شدگان هم در کشورهای اسلامی از مسلمان ها بودن می وارد یک شهر می شدن به خاک خون می کشیدن همه چیزا اما هیچ امروز اینا مدیان حقوق بشر هستن وقتی که متهم میکنن اسلام رو به آدم کشی حالا اگر یک نفری میاد مثلا خودش رو منفجر میکنه در بین مردم بیگناه یا کسی رو میکشه به نام اسلام و مسلمان نمیشه ما اسلام رو متهم بکنیم اسلام هیچ وقت نگفته که شما مخالفتون رو بکشید ولو اینکه دین غیر از دین شما داشته باشه هیچ وقت نگفته بلکه الله سبحانه و تعالی ما رو من کرده از اینکه مخالفین خودمون کسایی که با ما نمی جنگن رو بکشیم الله سبحانه تعالی در سوره ممتحنه آیه اشتم در اینجا میگه که لا ينحاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم <applause> في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقصتو الیهم ان الله يحب المقصدين میگه که الله سبحانه وتعالی شما رو من نمیکنه از اینکه نیکی کنید و با عدالت رفتار بکنید نسبت به کسانی که در امر دین با شما نجنگیدن و شما را از دیارتان بیرون نکردن بیگمان الله عدالت پیشگان رو دوست دارد امروز اگر مردم عراق تروریست شدن اگر مردم عراق داعش شدن اگر مردم عراق القاعده شدن اگر مردم عراق به عملیات انتحاری انجام میدن یا عملیات استشادی انجام میدن مردم عراق در زمان صدام حسینی که یک دیکتاتور بود میدونید صدام حسین رو به خاطر 140 150 نفری که در دو جیل اعدام کرد اعدامش کردن هیچ تهمتی غیر از این نداشتن بر علیه صدام که 140 صد چند نفر بیگناه رو 148 تا 141 نفر بیگناه رو در دو جیل اعدام کرد صدام رفته بود برای دیداری از اون منطقه شیعیان با به تحریک ایران سوء قصد کردن به جان صدام صدام کسایی که متهم بودن به این ترور دستگیر کرد و همه را اعدام کرد یکی از جرم هایی که به خاطرش صدام اعدام شد همین بود اینها اومدن اولا صدام را تحریک کردن در جنگ با ایران که خمینی هم در این جنگ شریک بود بعد صدام را تحریک کردن به حمله به کویت به خاطر اینکه پایگاه بسازن در کشورهای خلیج بر صورت از این مسائل میگذریم بعد اومدن دیدن که صدام سرکشی میکنه اومدن معاصره اقتصادی کردن حق نداری نفتتو بفروشی حق نداری نمیدونم چیزی وارد بکنی حق نداره چیزی صادر بکنی در مدت 4 5 سالی که معاصره اقتصادی بود عراق بیش از یک میلیون کودک عراقی به خاطر نبودن واکسن و دارو مردن بیش از یک میلیون کودک آیا در زمان صدام داعش بود در زمان صدام القاعده بود در زمان صدام این کشتن و شیه کشی و سونی کشی در عراق بود؟ نبود همین مراجع شیه از سیستانی گرفته تا ما کلیپش رو پخش کردیم که خود احمدی نژاد و روحانی اعتراف میکنن که ما در جنگ عراق در جنگ افغانستان همکاری کردیم با آمریکا. آمریکا اومد عراق رو گرفت داد تعویض ایران. همین نور مالکی و یاد و همین کسایی که در عراق حکومت کردن و حکومت دارن میکنن اینا کیان؟ اینا کسایی هستن که از عراق بودن در ایران بزرگ شدن در ایران آموزش دیدن و از ایران برگشتن و در اونجا مثلا آمریکا حکومت داد دست اینا بعد از اون شروع کردن به سنوک، اینا که شروع کردن خب طبعا کسی که داره کشته میشه شما چی میخواید ازش بشین همین دست بسته نشستن باور به خدا بکنید که علمای عراق از دارالفتای عربستان سعودی فتوا خواستن برای جهاد اینا فتوا ندادن که در مقابل شیعیان مسلح بشن و با اونا بجنگن تا اینکه کارت با استخونشون رسید کسی رو که پدرش رو کشتن همسرش رو کشتن به،, به, به،, نوامیسش تجاوز کردن خب طرفی که عزت و شرفش مورد تجاوز قرار بگیره شما تصور میکنید که داعشی نشه القاعده نشه نره نکشه خودش رو منفجر نکنه چیکار میخواد بکنه داعش و تروریست ها رو اینا خودشون ساختن ظلم و جنایت های اینها سبب شد که اینها ساخته بشن اینا به وجود بیان. اینا برای انتقام گیری ساخته شدن. چرا قبل از تجاوز آمریکا به افغانستان یا به بقیه کشورهای اسلامی به سومال چرا در اون موقع این سازمان های تروریستی به قول خودشون نبود؟ اینها زائیده همین ظلم و ستمی هستند که آمریکا و کشورهای صلیبی بر علیه مسلمان ها روا داشتند. اما الله سبحانه و تعالی ما را امر میکنه که با کسانی که شما را با شما نجنگیدند لم یقاتلوکم فی الدین به خاطر دینتون با شما نجنگیدن لم یخرجوکم من دیارکم به کشور شما تجاوز نکردن شما را از کشورتون بیرون نکردن با اینها نیکی بکنید و با عدالت باشون رفتار بکنید که الله سبحانه و تعالی عدالت پیشگان را دوست دارد بیارید یک آیه مثل این در اعتقادات و افکار مذاهب غیر اسلامی کاری به کارت نداشته باشه تو دینت من دینم من به تو کار ندارم تو به من کار نداشته باش من تو رو نمیکشم تو منو نکش اما وقتی که به تجاوز کرد اسلام نمیگه که اگر که یک سری به این طرف مثل انجیل می اگر یک سری این طرف زد این رو تو برگردم میگه یک سری به این طرف هم بزن نه اسلام میگه اگر که فمن ارتد علیکم فاعتدو علیه بمثل ما ارتد علیکم کسی به شما تجاوز میکنه همون گونه که به شما تجاوز میکنه به او تجاوز بکنید اگر بمباران میکنه شما را اگر به خاکتون تجاوز میکنه شما از خاکتون دفاع بکنید در مقابل متجاوز اسلام نمیگه که بشینید تو خونه هر غلطی خاص بکنه دشمنان باهاتون به نوامیستون تجاوز بکنه شما سر صداتون در نیاد این در مورد اینکه اسلام دین کشتن است این دروغی است که اینها ساختن دروغی است که تبلیغ میکنن دروغی است که بنابر اعمالی که گروه های تروریستی و گروه هایی که اکثرا در طول تاریخ ببینید مرتکب این جنایت ها و جرم ها یعنی کسانی شدند که پیرو مذاهب باطنی بودند مانند مذهب روافظ دوازده امامه